با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این ششمین روز از چهارمین ماه در پانزدهمین سال از سومین هزاره. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس داریم از اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه به ما یاری میرسانن. همونطوری که وعده کرده بودیم روی مانیتور میبینید، شمایی که از طریق تلفن و یا از طریق رادیو برنامه رو پیگیر هستید، گفتگو میکنیم مثل دوشنبه های دیگر در این ساعات با آقای بیژن خلیلی، مدیر و مؤسس شرکت کتاب در لس آنجلس. فکر کردم که ایام عید است و چون آقای خلیلی هر سال در ایام عید یه مراسم دید و بازدید نوروزی قرار میدن، ابتدا بریم و ازشون بشنویم که امسال این مراسم دید و بازدید چگونه گذشت، تفاوتش با سالهای پیش چجوری بود. استقبال مردم میدونم که عده زیادی رفته بودن به این دید و بازدید. اول یک گزارشگونه ای از این ماجرا از آقای خلیلی بشنویم و بعد برمیگردیم به موضوع کتاب، ادبیات و موضوعات مربوطه. اجازه بده که وقت رو بیش از این ضایع نکنم از طرف خودم و شما خوبان علاقمندان سلام میکنم به آقای خلیلی و امیدوارم که سوالم رو آقای خلیلی شنیده باشن و پاسخ ایشون رو هم ما داشته باشیم. آقای خلیلی درود بر شما، خوشحال میشم اگر سوالم مفهوم بوده پاسخ شما رو هم بشنویم. با درود بی پایان به شما سعید بهبانی گرامی و همچنین کلی بینندگان عزیز تلویزیون میهن و مجددا با تبریک نوروزی. بله، ما هر سال دید و بازدید نوروزی در لس آنجلس برگزار میکردیم و این امسال هم انجام شد، البته با یه تفاوت. در وهله اول بگم که دید و بازدید نوروزی یکی از مهمترین مراسم نوروزی است که از نیاکان ما به یادگار مانده و این که میگم نیاکان و نوروز باستانی رو میخوام به رخ بکشم، برای اینکه خامنه ای گفت که این نوروز اصلا باستانی نیست، ما گرش زدیم با داستانهای جدید ایدئولوژی که مذهبی و اینو نوروزی اسلامیش کردیم. این واقعیت نداره و اولا در نه فقط در دوران شروع انقلاب اسلامی که خمینی میخواست و طرفدارانش میخواستن نوروز رو و همه مراسم جشنهای ایرانی رو از بین ببرن، بسیار کوشش کردن که نوروز رو بیرنگ کنن ولی موفق نشد، در برابر مقاومت مردم موفق نشد، همچنان که خلخالی در برابر مقاومت مردم مردش برای خراب کردن به تخت جمشید و کاری که طالبان ها بعدها کردند علیه بودا و در بامیان افغانستان و بعدها داعش کرد در شهری در عراق که اومدن و تمامی موزه رو در و داغون کردن و به اسم این که اینا بوته، اینا چیزهای غیر اسلامیه، خلخالی رفت با بولدوزر که تخت جمشید رو خراب کنه ولی مردم مردش، مردم غیرتمند مردش، جلوی بولدوزرها و تانکای آقای خلخالی دراز کشیدن و اجازه ورود به محوطه تخت جمشید رو به سپاه پاسداران یا کمیته هایی که خلخالی بسیج کرده بود در این کار ندادن. بنابراین ما به هیچ وجه اینها رو، یعنی این قوم و قبیله جمهوری اسلامی رو، از دیگر رادیکال های اسلامی در کشورهای مختلفی مثل افغانستان و عراق و پاکستان جدا نمی کنیم و اینا همونن، فقط میتونن رنگ عوض کنن و صورت خودشونو، چهره خودشونو عوض کنن ولی ماهیتاً همانن. بنابراین وقتی اینا در برابر مقاومت مردمی برای برپا داشتن نوروز
متوجه شدن که امکان عقلی نداره که نوروز رو بتونن جا و مقامش رو به هم بزنن، بنابراین اومدن و یک روش دیگری رو انتخاب کردن که این روش روشیست که خامنه ای در سخنرانیش در مشهد کاملا روشن کرد. یعنی روز دوم یا اول فروردین در مشهد صحبت کرد، سخنرانی کرد و گفت که ما نوروز رو با شعائر اسلامی گره زدیم و بنابراین یک نوروز اسلامی برای ایران درست کردیم و این نوروز نوروز باستانی نیست. خب همچنان که عرض کردم خدمتتون، این حقیقت نداره و نوروز ما یک نوروزی است که هیچ ارتباطی با ایدئولوژی مذهبی نداره. آدم‌های مختلف، فرق مختلف، مذاهب مختلفی که در ایران زندگی میکنن همه نوروز رو گرامی میدارن و هیچ ارتباطی نوروز با مسئله اسلام و مسلمانی نداره. یهودی، مسیحی، بهایی، بودایی، این مذاهب مختلفی که میشناسیم، غیر باورمندان به خدا هم همینطور، قوم و قبیله های دیگر نژادی هم همینطور. این مجموعه ایران نه فقط نوروز رو میخواد نگه داره، بلکه بقیه مراسم و جشنهای ایرانی رو که مختص هیچ مذهبی نیست میخواد نگه داره و اونها از تقویم رسمی جمهوری اسلامی و تقویم هایی که در جمهوری اسلامی منتشر میشه، مهرگان، تیرگان، همه اینا رو حذف کردن، جشن سده. و ما ایرانیان خارج از میهن که در خارج از کشور زندگی میکنیم، وظیفه ماست که این جشن ها رو که مربوط به نیاکان ماست و این نیاکان ما به درستی اینا رو برای ما به بدیعه گذاشتن و فوق‌العاده از پیام هایی که دارن میدن توی مجموعه این جشن ها اینا رو نگه داریم. و به نظر من ایرانیان خارج از کشور تا اونجایی که تونستن این مسیر رو انجام دادن، این کار رو کردن. سال هاست جشن مهرگان توسط ایرانیان لس آنجلس یا جنوب کالیفرنیا داره گرامی داشته میشه. الان کانادا خیلی خوب در مورد جشن تیرگان داره عمل میکنه و چند سالیست که مرتب و منظم جشن تیرگان رو میگیرن. نوروز هم که به جای خود، چهارشنبه سوری همینطور. و همه این رسوم بایستی حفظ بشه، چرا که رسوم بالنده است. یکی از چیزهایی که خامنه ای و طرفدارانش میگن، میگن این رسوم بالنده نیست. اینها بهتر مراجعه کنن به مجموعه رسومات و منش هایی که مثلا برای نمونه مذهب شیعه داره و ببینن که کدام یکی از این مسیرهایی که برای ما به عنوان جشنهای ایرانی گذاشته شده مقایسه کنن با چیزهایی که آقای محمد باقر مجلسی در دعاها و کتابهای شیعه خودش گفته. این دوتا رو با همدیگه مقایسه کنن ببینن، یعنی ما به داوری مردم میزنیم کدام یک بالنده است و کدام یک غیر بالنده است. بنابراین این مراسم بسیار مراسم درستیه، مراسم بالنده یه دید بازی نوروزی یکی از ارکان نوروزه. یعنی چی؟ یعنی که ما با دید بازی نوروزی میرویم که دشمنی ها رو پشت سر بذاریم، دوستی ها رو مستحکم تر بکنیم، فامیل، آشنا و دوستانمون رو آگاه کنیم از تغییری که در سال نو میخواهیم در یک روابط بهتر با این افراد داشته باشیم. بنابراین نوروز ما که یک تلیعه تغییر است و این چیزیست که نیاکان ما به ما یاد دادن، همیشه بایستی در مد نظر داشته باشیم که دید و بازدید نوروزی بسیار بسیار اهمیت داره. مشکلی که در خارج از کشور داشتیم در مورد دید و بازدید نوروزی این بود که به دلیل عدم تعطیلی روزهای نوروزی، مردم فرصت این که هر کدوم بتونن خصوصی برن و
به دیگری تبریک بگم و دیدو بازی بکنن ندارم. بنابراین ایده بر این قرار گرفت که یک دیدو بازی و نوروز کلی داشته باشیم که هزاران نفر بیان همدیگر رو ببینن و ضمناً این شادی و این دیدو بازی رو با همه هموطنانشون در سراسر جهان به اشتراک می‌ذارم، که به دلیلی که در لس آنجلس خب طبیعتاً تلویزیون‌های وجود داره که آدم میتونه به صورت لایو و زنده اون مراسم رو پخش بکنه، این کارم انجام شده، رادیو همینطور، و در نتیجه این شادی و این دیدوبازی نوروزی رو آدمی میتواند با دورترین روستاهای ایران قسمت کنه، با دورترین شهرهای ایران داخل ایران این شادی رو قسمت بکنه، و واقعا هم این اتفاق افتاده در 13 سال گذشته. امسال فقط همون چیزی که ما مشکل داشتیم این بود که اجازه گرفتن از چیز شهرداری و داشتن استیج بزرگ همچنان هزینه های بسیاری رو بر ما تحمیل میکرد. متاسفانه با شرایط جدید اقتصادی و شرایط ویژه‌ای که بر جریان کتاب می‌گذرد و بر جریان اصولاً مشاغل کوچک می‌گذرد، امکان این که بشود واقعا این هزینه‌ها رو پرداخت کرد غیر ممکن بود از طرف شرکت کتاب. بنابراین من فکر کردم که در فاصله یه حدود یک ماهی نصف بود این مراسم دیدوبازی رو انجام بدم برای امسال. حالا تا سال دیگه که ببینیم چیکار میتونیم بکنیم، که ما هزینه بستن خیابون رو نداشتیم و محوطه هم که اونجا بود یک استیج داشت که استیج خیلی مرتبی بود، هرچند که برای نخستین سال بود این کار انجام میدادیم، ولی که به شهادت همه کسانی که اونجا اومدن و اونجا رو دیدن، واقعا هزاران نفر آدم اومدن از غرفه های بازرگانی که هزینه این کار رو میداد دیدن کردن، جلوی استیج وایستادن، بسیارانی از بخش های شهرداری شهر لس آنجلس، بخش های ایالت کالیفرنیا، یعنی منظورم افراد اداری شهرداری ایالت کالیفرنیا و حتی کانگرسمن دیستریکت همین قسمتی که ما زندگی میکنیم که نماینده کنگره امریکا، نماینده مجلس نمایندگان امریکا، آقای تدو هم حتی شرکت کرد، به مردم ایرانی تبریک گفتن نوروز رو. این افراد حداقل فکر کنم 7-8 نفر بودن، همشون تقدیرنامه ها و بیانیه های رو امضا کرده بودن در اینکه نوروز رو به جامعه ایرانی تبریک گفتن، این پروکلمیشن ها رو محبت کردن، به من دادن که حتما من اینها رو قاب خواهم کرد و در فرهنگ سرای شرکت کتاب به یادگار برای ملت ایران در حقیقت داده شده خواهم گذاشت. اینا چیزهاییست که این مسئولین اداری کالیفرنیای جنوبی شناختند، یا لس آنجلس نوروز ما رو شناسایی کردند، نوروز ما رو ارج می‌گذارند و نوروز ما رو به ما تبریک میگن. به نظر من دیدوبازی نوروزی امسال بسیار موفقیت‌آمیز بود، با همه این که ما در جاهای مختلف لس آنجلس و جنوب کالیفرنیا یا حتی تا منطقه اورنج کانتی گرد همایی بسیار داشتیم. حداقل دو تا گرد همایی به عنوان سه تا گرد همایی به عنوان 13 به در بود، یکی در تازن اوبس، یکی در وودی پارک، یکی هم در ایرواین، که تا اونجایی که میدونم و شنیدم اون سه تا هم جمعیت داشته. بنابراین اگرم ما هم جمعیت داشتیم، نشون میده که جامعه ایرانی و ملت ایران همچنان به این سنت های بالنده خودش قدر میذاره و اونا رو دوست داره، برخلاف همه شایعات و برخلاف همه گفته های مسئولین جمهوری اسلام. بوزو شما که حالا که اینو گفتی که همه
ادیان و فرق و که درون ایران هستن این مراسم رو پاس میدارن و به حال نوروز رو گرامی میدارن. دیدم که یه آخوندی هم میگفتش که بله وقتی که نوروز به روز عاشورا افتاده بود حضرت علی هم گفته بود که این روز عاشورا رو جدیتر بگیرید از نوروز. من نمیدونم چجوری بوده که حضرت علی میتونسته که ماجرای عاشورای امام حسین رو از پیش در مورد نوروز تعریف کنه. اینم جز نکات جالب این ماجرای ماست و جمهوری اسلامی. اما به نوعی قبل از اینکه شما بگید به نوعی اینو گره میزنن نوروز رو با آمدن علی بن ابی طالب به عنوان خلیفه چهارم یا بیعت کردنش یا خلافتش رو در روز نوروز نگاشتن. بین اینها موقعیت های ویژه است، ولی باید توجه، من یه مقاله ای نوشتم آقای بهبانی در مورد نادرشاه افشار. این نادرشاه افشار بارها گفتم یکی از دلایلی که مورد لعن و طعن و نفرین ملت ایرانه، هر موقع ما یادمون میفته که یه کسی بچه‌شو کور میکنه فکر نادرشاه میفته، یا اینکه کسی که ظلم میکنه به مثلا خانوادهش یا در هجومش به هند هندی ها رو میکشه یاد نادرشاه میفته، یعنی به عنوان یک آدمی که تسخیر کرده کشور دیگری رو و میگن قصابی کرد و جلادی کرده در هندوستان یاد نادرشاه میفته، در حالی که در واقع تمام پادشاهان و تمام کسانی که در دوران باستان و غیر باستان و معاصر اینا زندگی میکردن و جنگ میکردن و اینا همین نوع شرایط رو داشتن. شما صفویه رو ببینید که اینا چقدر بچه خودشون رو کور کردن، چقدر بچه های خودشون رو کشتن، اصلا مالامال از این ماجراست این وحشیگری و این عدم انسانیتی که امروز ما میتونیم نسبت به گذشته نگاه بکنیم. ولی این که نادرشاه مورد طعن و لعن قرار میگیره به تنهایی فقط به دلیل این است که نادرشاه کسی است که اولا معتقد به عدم دخالت مذهب در سیاست بوده، روحانیت شیعه رو اجازه نمیده که در سیاستهاش دخالت بکنه و در حکومتش دخالت بکنه. دوم این که جشنهای ایرانی رو به خصوص نوروز رو گرامی میداشته و اصلا هم براش مهم نبوده که محرم و تاسوعا و عاشورا مقارن با نوروز بشه، همچنان خیمه و خرگاه و خدمتتون عرض کنم بار عام نوروزیش برقرار بوده و این یکی از دلایلیه که روحانیت شیعه و یا همچنان با نادرشاه مخالفه. در نتیجه هر آن چیزی که روحانیت شیعه و یا روحانیت به طور کلی در مورد مراسم نوروزی ما، مراسم چهارشنبه سوری ما و یا هر مراسم دیگری میگن و به زور تقویم‌های ما رو مالامال از چیزهای مذهبی کردن، مذهب به خصوصی کردن و نوشته های مذهبی به خصوصی کردن و تعطیلات ما رو یک تعطیلات همه رو مذهبی کردن، در حالی که تعطیلات ما باعث یک تعطیلات غیر مذهبی باشه برای همه ملت ایران، نه فقط برای یه عده به خصوصی که حالا اکثریت مردم ایران رو در بر گرفتن. یادآوری میکنم که این اکثریت مردم ایران به زور شمشیر الان در نه اینکه الان در 1500 میلادی توسط شاه اسماعیل صفوی اینا همه به زور به شیعه گرویدن. به هر روی ما که امروز اینجا هستیم و چارچوب حداقل چیزی که من بهش اعتقاد دارم و فکر میکنم خیلی ها و بسیاران دیگری بهش اعتقاد دارم، یه چارچوب تساهل و مدارا از طریق تفکر کوروشیه و یک تفکریه که در ایران باستان ما زمینه داشته، این است که همه مذاهب و همه دینها و همه غیر دینیان و همه غیر باورمندان به خداوند، همه این مجموعه در ایران ما در موزایی که ایران زندگی میکنه بایستی مورد احترام قرار بگیره و جشن هامونم به فراخور همین مجموعه یک جشنهای فرادینی، فرامذهبی، فراقومیتی باید باشه که همه اونو در بر بگیریم.
حتما متحقق خواهد شد با کوشش شخصیتهایی مثل شما و سایر دلسوزان فرهنگ و ادب ایران. عرضم بزرگ شما که ما امروز 17 فروردینه و در 19 فروردین سال 1330 یه شخصیتی ادیبی در ایران، یک نویسندهی به نام صادق هدایت، خودکشی میکنه در پاریس. میخواستم ببینم که صادق هدایت از نظر شما که تو کار کتاب هستید و اهل تحقیق هستید چجور شخصیتی بود و جامعه امروز ایران چه نگاهی به صادق هدایت داره؟ این از این جهت از شما پرسیدم به خاطر اینکه شما به حال در کار نشر کتاب هستید. آیا کتاب صادق هدایت همچنان طالب دارد ندارد؟ چجوری میبینی صادق هدایت رو در مجموع چجوری تعریف میکنید شما؟ جناب دهوانی عزیز، بدون تردید صادق هدایت بزرگترین نویسنده معاصر ایرانه و دلیل خیلی روشنش استقبالیه که هنوز که هنوزه از مجموعه کتاب‌های او، چه نوشته‌هاش، چه ترجمه‌هاش، چه پژوهش‌هاش توسط ملت ایران و جامعه ایرانی خارج از کشور صورت می‌گیره. این شخصیت بدون تردید ستاره درخشان ادب ایران که متاسفانه دولت جمهوری اسلامی همچنان به سانسور کتاب‌های ایشون میپردازه و کتاباشو قیمه قیمه میکنه، ستاره درخشان مردم ایران با قرض دادن این کتاب ها به یک دیگر، کتاب هایی که مورد سانسور واقع نشده و قبل از انقلاب جمهوری اسلامی یا انقلاب اسلامی در دسترس مردم بوده، همچنان بین همدیگه پخش میکنن. در سایت های مختلف کتاب هاش وجود داره و مردم دانلود میکنن. کتاب هایی رو که توسط ناشران رسمی جمهوری اسلامی چاپ میشه و از ممیزی وزارت ارشاد گذشته و سانسور داره، اونا رو تصحیح میکنن و همچنین در خارج از کشور هم همچنان کتاب های صادق هدایت، به خصوص مثلا بوفکورش، سقطر خونش، ترانه های خیامش، الوی خانم و ولنگاریش، حاجی باباش، بلا استثنا و نوشته های پراکندهش، همه اینا و توپ مرواریش بلا استثنا مورد توجه مردم قرار میگیره و به خریداری میشه. کتاباش به زبان انگلیسی ترجمه شده و ترجمه میشه. من متاسفانه آماری ندارم که چقدر به ویکی‌پدیا صفحه صادق هدایت مراجعه میشه، چه فارسیش چه انگلیسیش، ولی اون چی که ما در کتاب فروشی خودمون میبینیم همچنان صادق هدایت مورد توجه مردمه، مورد توجه ناشران مختلفه. مثلا برای نمونه شرکت کتابم که چند تا کتاب صادق هدایت رو تجدید چاپ کرده، اوریجینالشو که از دست نره و کتاب هایی باشه که مورد استفاده مردم قرار میگیره زیر تیغ سانسور جمهوری اسلامی قرار نگرفته باشه. کارهایی که به نظر من بایستی انجام بشه و بیشتر از اینا باید انجام بشه، باید توسط نسل جدید انجام بشه که در مورد هدایت روش های فکری او یا نحله های فکری او، نحله های فکری دوران او و تمامی اون چیزهایی که واقعا در زمینه کارهای ادبی او بایستی بشه، بایستی به زبان انگلیسی در سطح جهانی، به خصوص در بین جامعه ایرانی خارج از کشوری که نسل جدیده و به زبان فارسی آشنایی آنچنانی نداره، این کارهای پژوهشی باید انجام بشه و البته در حال انجام هست و من مطمئنم که صادق هدایت همچنان با همه این که الان از خودکشیش حدود 64 سال می گذرد، همچنان
حرف اول رو در زمینه های کار ما داره میزن، یعنی در زمینه مسائل ادبی. مثلا وقتی نگاه میکنی به صادق هدایت، مثلا میبینی که در کنارش مثلا بزرگ علوی یا عرضم بزرگ شما که چوبک، کسان دیگری هم هستن، ولی شما به شخصه چه تفاوتی بین کار هدایت و کار سایرین میبینی؟ چه ویژگی داره هدایت؟ ماندگاریش رو در چی میبینی واقعا؟ ماندگاری بیشتر هدایت، اولا تعداد کارهای بیشتر هدایت نسبت به دوستان دیگر مثل بزرگ علوی یا مثل صادق چوبک به هر حال، و دومش هم اینه که چه بخوایم چه نخوایم، یک نفر یک شرایط ویژه‌ای به خودش میگیره و مورد توجه بیشتری قرار میگیره توسط مردم تا هر کس دیگری، یعنی تا کسان دیگری از لحاظ نویسندگی. اونهای دیگه هم بنظر خودشون معروف هستن در دوران خودشون و یا در دورانی که همین صادق هدایت هم زندگی میکرده، ولی به هر حال صادق هدایت از لحاظ ادبی و از لحاظ استقبالی که از کارش میشه همچنان جلوتره و مردم بیشتر بهش رو میارن، میخوان بیشتر بشکافن، بیشتر در موردش کتاب نوشته شده. من فکر میکنم بیشترین تعداد کتاب که در مورد نویسنده معاصری نوشته شده باشه در مورد هدایت و در مورد کارهای هدایت به نسبت هر نویسنده دیگری. یکی دیگه از دلایلش این است که شاید چون نویسندگان ما به طور کلی اگر چپ بهشون اقبال نشون نمیداد مورد توجه قرار نمی گرفتن، صادق هدایت فرا ایدئولوژیکه، بنابراین چه گروه چپ چه گروه راست چه میانه در مورد هدایت می نویسن، در مورد هدایت پژوهش می کنن و این است که هدایت یک مرتبه خاصی رو به عنوان یک نویسنده معاصر در جامعه ایرانی و در بین مردم داره. بسیار بسیار جالبی رو بهش اشاره کردید شما، و اون اینه که به نظر شما اون نویسنده دیگر رو که در حقیقت حزب توده در اون دوران تبلیغات وسیع میکرد اونا از اونجا میگیرن، ولی هدایت فرای همه اینا حرکت میکنه. و فهم میکنی که وقتی که آدمایی مثل هدایت به این نکته میرسن که میفهمن که همه داستان ما از زیر این آخوند و این مسائل است، اون گرهی که وجود داره که جامعه این رو نمیتونه حزمش بکنه، اونو در کجا میبینی واقعا؟ چرا آدم های صادق دارن میان میرن ولی اثری نمیذاره تو بطن جامعه؟ چه اتفاقی؟ چی گرهش چیه به نظر؟ خب ببینید تفکر دینی و اون اثری که توی روش های زندگی آدم میگذارد همچنان دست بالا رو داره. ما برای اینکه این اندیشه دینی رو از ذهنمون بیرون بکنیم واقعا نیاز آقای بهبهانی به یک انقلاب روانی هر کدوم و روحی در تفکر خودمون داره. برای نمونه براتون میگم، ببینید دین در جاهای بسیار پر اهمیتی همیشه حضور داره در زندگی آدم ها. مثلا فرض کنید در بین ایرانیان مسلمان در تولد، در ازدواج، در طلاق، در مرگ که بیشترین پر اهمیت این حوادث زندگی بشری هستن، یک بشری که به دنیا میاد، اینا جایگاه های اصلی رو و قدرت رو در اختیار دارن بر اندیشه مردم.
و این باعث میشه که خلاصی از این اندیشه‌های دینی به این سادگی نباشه. با توجه به اینکه جایگاه‌های مالی رو هم اینا دریافت میکنن، یعنی هر روز به پول‌هایی که یا به منابع و مبالغی که این افرادی که روحانیان هر روز قدرت بیشتری میگیرن، یعنی شما سیر قدرت روحانیت شیعه رو در همه سالهای مثلا از دوران صفوی به مدت 500 سال تا امروز در نظر بگیرید، ببینید که هر روز اینا قدرتشون بیشتر و بیشتر میشه. حالا ممکنه که در یه زمان کوتاهی قدرتشون محدود شده باشه، ولی همچنان از لحاظ ماندگاری و قدرتی همچنان بر اریکه قدرت بودن، و این باعث میشه که به این سادگی نشه این دوتا تفکر رو، یعنی تفکر سکولار رو با تفکر و اندیشه دینی جابجا کرد در تفکر انسان ها. احتیاج به انقلاب روحی روانی شخصی داره، سرمایه گذاری های بزرگ لازم داره، فداکاری ها و از خود گذشتگی های بسیار لازم داره. نمونهش همین صادق هدایته که بسیار از خود گذشته بوده، بسیار تونسته جوانب منفی این اندیشه و تفکر دینی رو به ما نشون بده، خواسته ما رو با دوران باستان ایران باستان گره بزنه مثل میرزا خانی کرمانی، تلاشش کرده. و یکی از دلایلی که روشنفکران ایرانی هم دنبال اون هستن و همجوری که عرض کردم به عنوان یک نویسنده بسیار پیشرو هنوز دوستش دارن و هنوز آثارش رو این چنین مطالعه میکنن، دلیلش یکی از دلایل اساسیش همین. ولی زمان بره، ما برای اینکه بتونیم خودمون از شر تفکرات و اندیشه هایی که بکن نکن هست خودمون رو خلاص کنیم، ما نیاز به هر کدوم یک انقلاب بنیادی در افکارمون هستیم، و از همه چی مهمتر بایستی همیشه به این نگاه بکنیم که دیگران حق دارند مثل خود ما باشن، آنچه که به خود نمیپسندی به دیگران روا مدار. بر اساس این اگر ما واقعا جلو بریم، اون وقتی که اگر هم یک کسی اندیشه دینی داره برای خودش نگه میداره، به دیگران نمیخواد تسلیش بده، به دیگران نمیخواد زور بگه که اون اندیشه رو بپذیرن یا اون اندیشه رو نپذیرن، و این باعث میشه که ما یک صاحب یک جامعه سکولار غیر باورمند داشته باشیم و دولت رو از مذهب جدا بکنیم و هر کسی میتونه مذهب خصوصی خودشو برای خودش نگه داره، ولی دولت و مملکت بایستی در چارچوب سیستم های غیر دینی اداره بشه، مثل همین ایالات متحده که درش زندگی میکنه. بزرگ شما خیلی. آقای نادر از ایران یه ضمن محبتی که کردن بعد هم پرسیدن که پس صحبت آخر آقای خلیلی پیشنهادی به ذهنم خطور کرد که فکر میکنم حداقل برای خود من عملی باشه، گویا کتاب های منتشر شده شرکت کتاب به صورت الکترونیک نیز تهیه و به فروش میرسن، پس اگر امکان ارسال آن از طریق اینترنت مقدور باشد، من چگونه میتونم که این پول رو به حساب شرکت کتاب بریزم یا برای من بفرسته من به شما بدم؟ واسه اینم راهکارش میپرسه که راهکارش چیه، چجوری باید این کاره؟ میگه میتونه پول به من بده من به شما منتقل کنم، بعد چجوری میشه، چه اختلالی ایجاد میکنه تو سیستم ارسال شما؟ برای جان ببانیم، ما سعی میخواییم میکنیم که کتاب های شرکت کتاب رو که ایبوک کردیم، چون من یه قراردادهایی با نویسندگان مختلف دارم، این کتاب های ایبوک رو ما در حقیقت با گوگل از طریق گوگل پلی که 50% عوایدش هم 48% عوایدش هم به خود گوگل میدیم، کاری کردیم که اینا در حقیقت مردم میتونن به صورت ایبوک استفاده کنن، حق و تالیف نویسندگانمون هم بدیم.
موضوع ایران یه موضوع جداگانه و اونم اینه که ما در این برنامه هستیم که همه آی پی هایی که در ایران هست بتونن به رایگان این کتاب ها رو دریافت کنن، یعنی اصلا هزینه بابت این کار ندارن و این نیاز داره که من با هر کدوم، یعنی شرکت کتاب با هر کدوم از نویسندگان به این توافق برسیم که این ای بوک در ایران به رایگان انجام بشه و کسانی که آی پی ایران رو دارن ای بوک هاشون به رایگان باشه. مشکلی که داریم با گوگل، برای گوگل نامه نگاری کردیم، امیدوارم که پاسخ مثبت بدن که گوگل هم قبول بکنه که ما هزینه‌ای بابت این کار دریافت نمی کنیم از اون آی پی ها و گوگل هم از ما چیزی نگیره، چون مشکلی که هم به قول معروف نویسندگان از حق و تکلیفشون بگذرن، شرکت کتاب هم از منافع مالی، یعنی منافعی که نه، از اینهایی که پرداخت میکنه، این تنها راه برگشت پولشه که بتونه هزینه کارمند و هزینه تکنیسیان و هزینه اجاره و اینا رو بپردازه. ما از اینا درگذریم ولی گوگل همچنان از ما بخواد که ما پول بپردازیم چیزی رو که مجانی در اختیار مردم بوده. امیدوارم این مسائل رو بتونیم حل کنیم و همین دیگه، اگر حل بشه دیگه ای بوک در داخل ایران، الکترونیک بوک یا کتاب الکترونیکی به رایگان در اختیار همه قرار خواهد. بسیار ممنون و متشکرم آقا، سپاسگزارم از همه مهر و محبتت به وطن، به میهن. واقعا کاری واقعا به خاطر این مسئله تحریم ها، اولا پول ریختن به حساب شرکت کتاب غیر ممکنه، کسانی یک کار این کار انجام میدن که به فامیلاشون، آشناهاشون، دوستاشون میگن به شرکت کتاب مراجعه کنن و کتابو میخرن، کتاب البته فیزیکال یعنی روی کاغذ میخرن و خودشون مستقیما برای فامیلشون و دوست و آشناشون در ایران پست میکنن. در اکثر موارد هم این کتاب ها به دست این دوستان در داخل ایران میرسه. البته میگم این بهتر، یکی از راههایی است که در تمام طول این سالها انجام شده، مردم اینجوری کتابشون رو دریافت میکنن و میخوانند و استفاده میکنن. ولی امیدواریم موضوع ای بوک واقعا حل بشه که در جا موضوع رو ما بتونیم انجام بدیم. واقعا کتاب رو به صورت کتاب راستکی اداره پست رد میکنه، میره کتاب ممنوع هم باشه این اتفاق برش میفته؟ چجوریه تجربه شما؟ انجام شده، بعضی وقتا میبرن و میدن و هیچ کس هم متوجه نمیشه و اینا. البته بعضی وقتا هم شده که قبول نمی کنن و همونجا کتاب رو عبه میبرن و خمیر میکنن. چون ما نمیتونیم مسئولیت این کار رو بپذیریم، از این لازم میگم که ما خودمون مسئولیت پست رو نمیپذیریم، چون حالا باید بعدن بیایم ثابت کنیم که ما نکردیم که این کتاب نرسیده، این کتاب توسط مثلا اداره پست تهران یا اداره پست ایران خمیر واقع شده و اصلا نرسوندن به دست گیرنده. این است که معمولا خود فامیل آشنا و دوست که پست میکنه دیگه این مسئولیت از سر ما رفت میشه. ولی اگه ما این ای بوک رو داشته باشیم دیگه واقعا موضوع حل میشه و یک بار برای همیشه حل میشه. من امیدوارم که چه دولت آمریکا و چه دولت‌های اروپایی که طرفدار آزادی رفت و آمد اطلاعات هستن، یعنی معتقدن که اطلاعات، کتاب، سی دی، خدمتتون عرض کنم، موسیقی، اینا چیزایی نیست که در محدوده یک کشور یا در محدوده یک جای بمونه و بایستی منتشر بشه و برای همه جهان باید منتشر بشه. با توجه به محدودیتی که دولت جمهوری اسلامی بر کتاب و بر این نوع اقلام فرهنگی و هنری میذاره، کشورهای اروپایی و کشورهای امریکا اجازه بدن و کمک بکنن در آزادی انتشار این اطلاعات و مردم ایران از این خفقان موجود سانسور نجات بدن.
باسم سپاسگزار از شما. اما میخوام یه موضوع خارج از موضوع برای شما مطرح بکنم که البته میدونم یعنی به موضوع کتاب ارتباط نداره ولی به موضوع میهن ما مربوط میشه، اون دغدغه شما هم اونجاست. این ماجرایی که اتفاق افتاد، عکس العمل مردمی که با شما مراجعه میکنن، با شما حرف میزنن، بالاخره شرکت کتاب یه محل برخورد عقاید آدمای مختلفی اونجا میان، گاهن از شهرهای مختلف یا از همین لس آنجلس میان اونجا و با هم حرف میزنن. چه بازتابی داشت این ماجرای لوزان؟ این ماجرای لوزان رو خود شما چه شکلی میبینی و برخورد مردم با این داستان رو چجوری دیدی و چجوری میتونی تعریفش کنی؟ نظر خود من، اجازه بدید نظر خودم بگم، نظر خود من این بوده که این تحریم ها که برقرار شد از طرف شورای امنیت سازمان ملل بدون تردید، حالا جمهوری اسلامی انکار میکنه ولی اینا رو پای میز مذاکره آورد، ولی من دیدم میخواد که اتفاقا چون آقای یعنی پرزیدنت اوباما هم دیروز در مصاحبه‌ای که با فریدمن کرد در نیویورک تایمز، من نظری رو بگم که خیلی اهمیت داره به نظر من، ما ملت ایران خیلی اهمیت داره. اگر دولت جمهوری اسلامی از پذیرش قطعنامه یا تفاهمنامه یا اون توافقی که توافق نهایی که در 3 ماه آینده خواهد شد یا 4 ماه آینده خواهد شد در یک زمانی سرباز بزنه، یعنی فرض کنیم مثلا 2 سال دیگر بگوید که ما یک بهانه بیاره و بگوید که دیگه ما اینو قبول نداریم و الان ما سانتریفیوژا رو روشن میکنیم و اینا، مشکل بزرگی که دولت‌های غربی به خصوص باش مواجه خواهند شد، اولا برگرداندن تحریم‌ها به همون روز اوله، به نظر من به این سادگی نخواهد بود، و فرض محال اگر نتونیم از طریق تحریم جمهوری اسلامی رو مکلف بکنیم که این کار رو انجام نده، واقعا شق آخری که باقی میمونه متاسفانه شق بدیه و یک شق نظامیه، یعنی دنیا خودشو با این توافق محدود به این کرده که اگر اینها یعنی جمهوری اسلامی از تفاهم یا توافقی که به دست اومده در یک لحظه تاریخی سرباز بزنه، اون وقت جهان بایستی به ایران حمله بکنه و یه کار نظامی انجام بده. خب این خیلی چیز به قول معروف بدیه، یعنی این که میگن همه گزینه ها رو میزه، ما میخواستیم همه گزینه ها روی میز نباشه، یعنی یه کاری بکنین که به طور کلی جمهوری اسلامی منصرف بشه از پرداختن به ساختن بمب اتمی و اصولاً این امکانات هسته‌ای که برای خودش جور کرده که بعداً تبدیلش کنه به بمب هسته‌ای در دسترسش نباشه که بخواد ملت ایران رو دستاویز قرار بده و سرنوشت یک ملتی رو در این جریان قرار بده. آقای سمنانی که سال گذشته یک پژوهش کرده بود، در همون ساعت اولیه حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران، فکر میکنم تا اونجا که آدمی در 24 ساعت اول یک چیزی بود، روز 100,000 نفر از بین میرن از هممیهنان ما، و این به قول معروف شوکاوره، یعنی هیچ کدوم از ما نمیتونیم بپذیریم یه همچین شرایطی رو و یه همچین توافقی که یه طرفش یا پذیرش همیشگی جمهوری اسلامی در نداشتن، یعنی در روشن نکردن فیوز این سانتریفیوژ ها و یا این آب سنگین عراق و تبدیلش دوباره به آب سنگین نکردنش این تأسیسات، یا شقش باید اون باشه که حتما این جمهوری اسلامی بایستی این چارچوب رو رعایت کنه، و یا اینکه مورد حمله نظامی واقع میشه. این به نظر من
یکی از عجیبترین توافقات بر علیه یعنی این توافقنامه تمامی هستی ملت ایران رو واقعا مورد تهدید قرار میده. این نظر منه، من جور دیگه ای واقعا نمیبینم اینو، چون ملت ایران هیچ گونه دخالتی در اینکه این بمب هسته‌ای قرار بوده جمهوری اسلامی داشته باشه یا نداشته باشه نداشته. جمهوری اسلامی به و نظام جمهوری اسلامی خودشون این کار رو کردن، ملت ایران هیچ گونه دخالتی در این کار نداشته و هنوزم نداره و در آینده هم نخواهد داشت. بنابراین باید چرا در معرض یک همچین خطر بالقوه قرار بگیره که اگر جمهوری اسلامی به وظایف خودش در این قرارداد عمل نکنه اومد ایران مورد تهاجم نظامی قرار بگیره؟ چطور ممکنه یه همچین توافقی رو من بپذیرم و دوستش داشته باشم یا علاقه داشته باشم یا براش سینه بزنم یا براش خوشحالی کنم؟ اینه که من معتقدم که هرچی بیشتر بایست این بازگو بشه، این توافقنامه مطرح بشه و خطری که برای ملت ایران رو داره تا اونجایی که بتونیم به همه طرفهای مربوط به این توافقنامه یادآور بشیم که خطر بر علیه ملت ایران نباشه، حالا هر اون چیزی که میخواد باشه، یا اصولا خطر بر علیه ملت‌های جهان نباشه و ملت‌های منطقه و همه اینا. ولی این توافقنامه حداقل اون چیزی که من حس میکنم جوری که نوشته شده بر علیه منافع ملی ایران. در نتیجه شما این خوشحالی که وجود داره رو یه جوری درست نمیدونی، یعنی این که فکر میکنی که تعریف غلط داده ازش. یه نکته جالبی هم که عاقبت اندیشی باید کرد دیگه، هر قراردادی یه عاقبت اندیشی باید توش داشته باشه. هیچ کس به این مسئله اینجوری که حداقل من ندیدم نگاه بکنه که اگر واقعا جمهوری اسلامی به وظایف خودش در قبال این قرارداد عمل نکنه، و اینا گفتن که گزینه نظامی روی میزه، یعنی گزینه دیگه هم نمیدونم، من نمیتونم ببینم گزینه دیگری رو در اون زمان که اگر تحریم ها به جای خودش برنگرده و چین و روسیه هم موافقت نکنن چه اتفاقی خواهد افتاد. ما گزینه نظامی یعنی چه؟ یعنی اینکه به سایت های اتمی ایران حمله بشه و ملتی رو که در محدوده اون سایت ها زندگی میکنن با نشت رادیواکتیو چه اتفاقی براشون میفته؟ این ملتی که اصلا کاملا بیگناه، مردم عادی، مردم غیر نظامی که در اطراف این سایت مثلا فرض کنید نتنز، خب اگر اتفاقی در نتنز بیفته همین کاری که آقای سمنانی کرده بودن، گروه پژوهشی آقای سمنانی نشون میداد تمامی اصفهان رو در بر خواهد گرفت این رادیواکتیو و مردم اصفهان هم در خطر فوری این تشعشعات اتمی خواهند بود که بر اثر حمله نظامی به اونجا اتفاق خواهد افتاد. یعنی کشورهای بزرگ و یعنی پنج به اضافه یک کوچکترین عملی در ارتباط با این که واقعا خطرات احتمالی برای ملت ایران نداشته باشه این موضوع در نظر نگرفته. اسف است. یه نکته جالبی هم که وجود داره اینه که تصادف روزگار یا تعمدی بوده یا تصادف بوده است، این بوده که این هتلی رو که انتخاب کردن و درش این جلسات رو برگزار کردن ظاهرا هتلی است قدیمی که در پایان جنگ جهانی اول و شکست دولت عثمانی هم در حقیقت قراردادا رو در همین هتل بسته بودن. اینم از طنزای تاریخ است که همون جوری که دولت عثمانی رو اینا در این هتل با قراردادایی که نوشتن نابودش کردن، فکر میکنم که اینم طنزه که ایران رو هم در همون هتل باهاش قراردادی بست. اما نگاه شما هم نگاه دیگری بود به این قضیه و از شما ممنون و سپاسگزارم. میدونم که گرفتاری، وقت شما
بسیار بسیار فشرده است. بازم از اینکه همراهی میکنی و در برنامه ما شرکت میکنی نهایت سپاس رو از شما دارم آقای خلیلی. ممنونم از شما. سپاسگزارم از همه دوستان و شما آقای بهبهانی عزیز و امیدوارم که سال بسیار نیکویی برای همه ملت ایران و همه مردم جهان باشه. ممنونم از حضور در برنامه. تا فرصتی دیگر که با شما گفته میکنیم. ارزم بزرگ شما اگر این برنامه مورد توجه شما هست سوالات کنید که لینک برنامه را از طریق فیسبوک و تویتر و گوگل پلاس برای سایرین هم بفرستید. به فیسبوک ما بیایید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/mihantv1. باز هم از شما سپاسگزارم. درنگی میکنیم و در خدمت شما نازنینان خواهیم بود. همراه ما باشید. متشکرم.